آنتونیو گوترش از همه طرفهای درگیر در سودان خواست که به تعهدات بشردوستانه بین المللی برای حفاظت و اجازه عبور امن برای غیر نظامیان پایبند باشند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سازمان ملل متحد روز یکشنبه نسبت به درگیری‌های مداوم بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی RSF در دارفور شمالی ابراز نگرانی کرد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در این رابطه گفت آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از وضعیت در حال تحول در الفاشر، دارفور شمالی که درگیری شدید بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع و عناصر جنبش‌های مبارزه مسلحانه گزارش شده است، به شدت نگران است. وی در ادامه افزود این درگیری‌ها عواقب ویرانگری برای مردم غیر نظامی دارد. فرهان حق گفت که جنگ همچنین نیازهای بشردوستانه را در الفاشر و اطراف آن تشدید خواهد کرد. در شرایطی که قحطی در اردوگاه زمزم در جنوب الفاشر رو به فزونی است و احتمالاً در دیگر مکانهای تجمع آوارگان در شهر نیز حاکم است. وی در ادامه گفت دبیر کل سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به تعهدات خود ذیل قوانین بین‌المللی بشردوستانه برای حفاظت و اجازه عبور امن برای غیر نظامیان و تسهیل دسترسی سریع و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه پایبند باشند. فرهان حق با تکرار درخواست خود برای توقف فوری خصومت‌ها و آتش‌بس پایدار گفت که آنتونیو گوترش همچنین از طرفا خواست به گفتگوهای سیاسی به عنوان تنها راه حل فصل مذاکره بازگردند. سودان درگیر جنگ بین ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حکومت نظامی و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی به رهبری معاون سابق او محمد همدان داگالو گرفتار شده است. بر اساس آمار سازمان ملل در این درگیری ها که از آوریل 2023 آغاز شد حداقل 12260 نفر کشته و بیش از 33000 نفر مجروح شدند. بحران انسانی در این منطقه روز به روز در حال بدتر شدن است و طی این مدت 6,800,000 نفر خانه های خود را ترک کردند و به دنبال امنیت در مناطق دیگر سودان یا کشورهای همسایه هستند. جدیدترین توافق آتش بس با میانجیگری عربستان سعودی و میانجی‌های آمریکایی در پایان دادن به خشونت شکست خورده است.